این هم چرا دوستان و بعضی هم نمیتونیم خوب بیاریم بالا. درود بر شما، متشکرم آقا امین. زنده باشه، بفرمایید، در خدمتم، فدای جان شما شد. دوربین جلو خراب شد آرمنده. صدا من خوب میاد؟ صداتو خوب میاد، تصویری از شما ندارم عزیز. دوربین هم خراب آمین جان. جونم میخوام یه چیز بفرمایید، بگم به جونم بفرمایید. آمین جان. میگم این برندات ها هستن خب؟ بله اینا دیدمشون چند نفرن با فیلتر شکن میان خب؟ بعد با وی پی ان ها کشورهای مختلف میان دیسلایک میده. خب میخوان تعداد خودشون رو اینطوری ببرن بالا خب؟ سر کار چند هم نفر رو عزیزم میشناسن دیگه، بالاخره مهم گرفت نیست این چیزا، این چیزا اصلا در حرفی نیستش که اون چیزش کنه. درود بر شما، زنده قربونت باشید، فشار بفرمایید. شدم عزیزم. سلامتی بله بله زنده آمی باشید، جان ببخشید. زنده باشی. درود بر سپاس شما، دارم، سپاس فرمایید. دارم، زنده قربانت، باشید، مشتاق دیدار. زنده باشید، لطف دارید، بفرمایید، در خدمتم. این بار سومه که داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. به به، بسیار عالی، زنده باش. من یه جا وایسم آمه جا. من یه نقد به خودت دارم. اول خوبه بگو. نقد خودت اینه که چرا جواب پیامایی که مثلا حالا دوستان یه سری کامنت ها یه سری پیام ها زیر پستاتون میذارن به هیچ عنوان حالا یا خودت یا حالا یه تیمی که کنارت هستن بتونن حالا جواب دوستان رو بدن؟ چون کامنت تو در این کجا؟ تو کدوم پلتفرم؟ تو کدوم پلتفرم؟ تو اینستاگرام خب اون که ببین اصلا اینستاگرام ما اصلا نمیرسیم، یعنی بخاطر که من روزمون 24 ساعته مثل شما، ما هم روزمون 24 ساعته کلا نمیرسیم با این حجم کاری که میکنیم، اصلا هنر میکنیم که اصلا پست میذاریم، به خاطر که ما تو هفته برنامه رو که آماده کنیم بسازیم خودش خیلی کاره، نمیرسیم اصلا، این جای نقد نداره اصلا، اصلا خب امکان نداره برسیم. یه رفرش یا یه بازدید خیلی کوتاه که بکنه. خیلی سوالات دوستان دارن که متاسفانه هیچ جوابی براش داده نمیشه. خب یه نفر، حالا من میام به بعضی از دوستان یه سری جواب میدم، حالا یا برانداز یا حالا سمت خودمون، مثلا حالا باعث دلخوری میشه، باعث جواب دادن میشه و نه نه، ما نمیرسیم، اوضاع ما بهتر. نمیرسیم. ببین اولا که اون کسانی که 1000 من فعال هستن توی همین حوزه‌ای که دارن کار رسانه‌ای میکنن، اینا که اصلا لایو نمیزنن با مردم حرف بزنن، یعنی شما بقیه کسانی که شما بعد منو با بقیه اون کسانی که دارن بعد من کار رسانه‌ای من حجمش رو شما نگاه کنید، بقیه‌ای که کار رسانه‌ای میکنن 1000 من فعالیت ندارن، ولی باز اصلا نمیان یه بار لایو بزنن با مخاطب حرف بزنن اینجوری رو در رو. شما کدوم چهره رو دیدی همچی کاری کنه، چه تو اپوزیسیون چه توی در حقیقت کسانی که در جمهوری اسلامی دفاع میکنن، از علیرضا نوری زادهش بگیرید تا اینایی که تو اپوزیسیون هستن، تا داخل ایران چهرهایی که از نظام دفاع میکنن هیچ وقت حاضر نیستن بیان با مردم رو در رو حرف بزنن، ولی من با این وجود این کارو میکنم به خاطر اینکه بتونیم یه ارتباطی رو حفظ بکنیم. دیگه کامنتی رو دیگه نمیرسم، یعنی فقط خب بحث انرژی و زمانه. نگاه شما یه سری دوستان دارید اونجا که دارید زندگی میکنید، یا حالا بالاخره پیج دو دارید تا توسط ادمین داره اداره میشه، این مسئله هست. من میگم یه چند نفر از دوستانی که حالا از لحاظ سواد سیاسی یه خورده بالا هستن بتونن مثلا تو این زمینه خب دارن کار میکنن دیگه، تو تلگرام کار میکنن، یعنی ما یه گروه داریم تو تلگرام، بچه ها تو تلگرام خیلی زومن، یکی دو تا از ادمین هم توی یوتیوب آمار دارن، ولی اینستاگرامو چون ما پلتفرم چیزی نمیدونیم که یعنی بخوایم مثلا براش برنامه ریزی بکنیم، اینستاگرام هم فقط گذاشتم واسه همین که یه مخ، چون پلتفرم اصلی مردم ایرانه فقط بیایم یه لایوی بذاریم، ولی اساسا اینستاگرام برای ما چیز جالبی نیست که بخوایم هزینه کنیم روش، هزینه وقت و انرژی. ولی تو تلگرام چرا دارن میکنن بچه ها دیگه؟ تو تلگرام که چون حالا هستن. مثلا از لحاظ یوتیوب تو ایران، حالا چون که فیلترینگ هست و نمیتونن درست دوستان دسترسی پیدا کنن یا با وی پی ان حتما باشه، حالا فکر کنم درصد ایرانی های داخل تو یوتیوب که مدام اونجا باشن این اینستاگرام نیست، بیشتر تمرکز دوستان داخل ایران رو حالا واتساپ هست یا مثلا حالا همین اینستاگرامی هست که داریم حالا کار میکنیم، بیشتر تمرکز دوستان رو این هست. حالا من میگم به خاطر که حالا دوستان داخل ایران یه مقدار حالا یه سری سوالا باشه، تو هر حالا لایوی هم که شما میذاری تعداد محدودی از دوستان میتونن بیان که یه سری سوالات بپرسن و شما حالا بتونید پاسخ بدید.
به خاطر همین من میگم حالا اگر بشه مثلا یه تیمی یه نفری کسی حالا از لحاظ بینش سیاسی و سواد بعد سیاسی وقت حالا باشه انرژی رو ما وقت و انرژیمون محدود دیگه، نگاه میکنیم کجا بیشتر نه. ولی به هر حال اینستاگرام چیز وقت و انرژی برای اینستاگرام بجز لایوی که میذاریم دیگه بیشتر از این نداریم که چیز کنیم تو این فضا بشه. خب به هر حال قرار سوال بعدی هم من جناب به بگید. عذر میکنم، بفرمایید شما میفرمایید. بفرمایید سوال بعدی رو. من میخوام زیاد حالا وقتتون نگیرم که دوستان دیگه هم که بتون دلشون بخواد و سوال داشته باشن بتونن بیان بالا. حالا من این سوالو میپرسم و رفع زحمت میکنم، حالا شما اگه تونستی جواب بدید. این آقای دکتر احمدی نژاد خیلی صحبت ها این روزا داره میکنه، مخصوصا تو فضای اینستاگرام. حالا اومده بود خدمتتون که عرض کنم پای مزار کوروش، یا مثلا میاد نقش رستم، حالا بالاخره جای تاریخی و حالا تمدنی میاد اونجا یه سری صحبت ها میکنه، صحبت ها خیلی تند و تیز. حالا من نمیدونم واکنش نظام نسبت به این سخن ها اصلا هیچی نیست، یعنی هیچ برخورد نسبت به این صحبت ها نمیشه، یعنی عملا میاد میگه آقا باید از رهبر سوال پرسیده بشه، آقا شما تو مثلا امروز اومده بود گفته بود شما تو هیته رهبریتون باید نسبت به مردم حالا جواب بدی. یه سری صحبت های حالا انگار مثلا بازداشتگاه من و توی یا مثلا گزارشگر ویژه شده، یه همچه حالت های شد. حالا به عنوان یه مقام ایرانی خورده که حالا رئیس جمهور بوده دیگه، بالاخره 8 سالشون رئیس جمهور بود و صحبت هاش من واقعا برام عجیبه که مثلا هیچ گونه حالا باستابش تو واتساپ یا مثلا تو اینستاگرام بسیار بالاست، ولی از لحاظ جوابگویی دولت مردمون صفر. حالا من نمیدونم قطع رجال اومده اون بالا که مثلا حالا همچی شخصیتی میاد مثلا اینقدر صحبت میکنه و هیچ کس جواب نمیده، یا حالا مثلا سیاست خاصی دارن، یا مثلا میگن احمد نژاد تیر آخر ترکش ماست، یا حالا مثل صحبت های اینجوری که مثلا حالا آقا ما احمد نژاد رو نگه داریم تا حالا یه روزی بتونیم مثلا از این مثلا به نحو خودمون مثلا استفاده کنیم. حالا با وجودی هم که حالا آقای احمد نژاد فکر کنم چیزش هم عوض کرده و رفته سمت اصلاح طلب از لحاظ اصولگرایی، حالا قبلا میگفت اصولگرام نیستم ولی شخصا اصولگرا بود، ولی الان حالا عمدن حالا یا سهوا داره تمام صحبت ها و تمام گامایی که برمیداره به سمت دوستان اصولگرا هست، اصلاح طلبه. و حالا من نمیدونم چرا هیچ کس جوابی به این بنده خدا نمیده، یه حداقل آقا یه بازخواستی، آقا من شهروند عادی اگر یه توهینی یه حرفی نسبت به کوچکترین مقام کشور بکنم و پیدا کنن بالاخره چپاقمو چاق میکنن، ولی یه همچی شخصیتی که بازتاب جهانی داره یکی از صحبتاش که حالا تو تمام رسانه ها راجبش صحبت میشه هیچ عکس العمل نسبت بهش از لحاظ حالا قضایی انضباطی حالا بالاخره هیچ اتفاق برای ایشون نمیفته. اینم حالا نخودی بازی عزیز، نخودی بازی. خب همین نخود ببین، از قدیم گفتن ما به گنجشگاه شوخی شوخی سنگ میزنیم، گنجشگاه جدی جدی میمیرن. باشه به هر حال قدرت دیگه نداره دیگه، نظام نمیخواد با این درگیشه، یه بخشی هوادار داره تو داخل مردم به هر حال نمیخواد زیاد درگیشه. اجازه بدید یه دوست دیگرم بیارم بالا. سلام جناب عزیز. دانا خوب هستین؟ خب یه لحظه عزیز، قربونت برم. پیام جان ممنون لطف کردی اومدی بالا. قربونت برم، من خوشحال شدم صدات شنیدم. عزیزم بخیر فرد دوست عزیز شبگرد در خدمتیم، بفرمایید. آقای دانا من چند بار با شما صحبت کردم، بعد از وقتی که با شما صحبت کردم در واقع بین وطن فروش خیلی از چشم افتادم، اسم شما که میاد انگاری روی زغال افتادم، یعنی نمیذارن اسم کامل بشه، او میگی یه دست وحشی میشن. خیلی بدم اصلا عجیبه، خود منم تعجب میکنم. مثلا ببین، مثلا من خودم بعد وقت خانمم میگم مثلا من خیلی بدم میاد، ولی مثلا میدونی نمیشینم نگاه کنم هرس بخورم. من نمیدونم اینایی که از من بعدشون میاد آخه یه روز دو روز نیست، 7-8 سال همین زندگیشون شده امیدانا، برام میگم ما داریم به امیدانا میخندیم. خب بخندید، ولی من میبینم که دارن سکته میکنن، یعنی فشار خونشون میره بالا، بعد با یه غلظتی فوش میدن، اصلا آدم تعجب میکنه فرمولش چی کار کرده اینطوری شد. من نقطه زنی میکنم دیگه، الان مثلا اینجا یه تو همین جزیره بنده خدا من دیروز پریروز اومدم گفتم رامبد جوان که گفت مثلا توی لاس پالماس مثلا همه وضعشون خوبه، من اومدم گفتم نه اینجوری نیست. بعد یه بنده خدایی که تو لاس پالماس زندگی میکنه که داریم ادبش میکنیم، این اومد گفت نه امیدانا دروغ میگه، بیا محله ما ببین تو لاس پالماس چقدر لاکچریه.
نمیدونست که من خونش رو میدونم، رو نکرده بودم، من فقط در خونش رو گذاشتم. این از اون شب تا الان 50-60 تا وایس گذاشته داره خوش پاره میکنه. من فقط یه نفر عکس در خونش رو گذاشتم. این نقطه زنیه، اینا بهشون فشار میاد، یعنی به خاطر که انقدر دروغ میگن به ملت. وقت خیلی از مسائل مثلا اینا مثلا یه عمر میگفتن آقا اسلام ما مشکل دارید، من سر زمان مچشون رو میگیرم، میگم خب اگه با اسلام مشکل دارید چطور شما میگید حامی فرقه شیرازیه میشید؟ وقتی شما مثلا رهبران فرقه شیرازیه رو حکومت یه مقدار گرفت که اصلا رسانه هاشون رو در اختیار اینا گذاشتن. من میگم آقا تو به عنوان یه کسی که ضد اسلام هستی، تو الان رفتی مثلا به خاطر دشمنی با آقای خامنه ای طرفدار فرقه شدی که طرفدار قمه‌زنیه. یعنی اینجا که اینا رو میذارم جلوشون، اینا شب تو خلوت خودشون میبینن که من راست میگم، بهشون فشار میاد دیگه، یه نقطه زنی میکنیم. من خیلی دوست داشتم آرومشون کنم، ببینم آقا مشکل از گذاشت شما اینقدر اسمش میاد اینطوری میشه. اصلا موفق تا حالا نشدم که بتونم آرومشون کنم. چتونه خب چی شده؟ یکی میگه گیه، یکی میگه فلان، میگم آقا تو نشستی خوبه میگن. این خوبه میگن، این که به من میگن مثلا همجنسگراست، این چیز خوبیه، چون اینا مثلا یه عم دارن به جمهوری اسلامی حمله میکنن که از اون من نگاه میکنیم این خودشو داره نقض میکنه. آره نه اتفاقا ببین هر چی میگن دارن به نفع ما کار میکنن. مثلا اینا یه عم میگفتن آقا جمهوری اسلامی مخالفت داره با همجنسگرایی، ولی این خوبه که مثلا منو میخوام مثلا تحقیر کنم به من میگن همجنسگرا، پس میدونید همجنسگرا چیز زشتیه. خب این خوبه، اتفاق خوبیه اینه قضیه. یعنی اینا هر کاری، ببین اینا هر کاری میکنن، ما حکم اره رو داریم دیگه، یعنی نمیتونن خودشون، برام حکم پارچه قرمز رو داریم واسه گاو دیگه، اینا هم دیگه بالاخره بهشون فشار اومده شاخشون رو میخوام بزنن. به قول بعضیاشون چاپیت شاه، من برم پایین بقیه دوستا بیام چاپیت شاه. قربونت برم، لطف کردی اومدی، زنده باشی، فدای شما بشم، زنده باشی. خب من دوستانی که اکسپت کردن رو دارم تلاش میکنم. 1164 بله، درود به شما، زنده باشی، سلامتی، زنده باشی، اومدیم بالا دیگه. بسیار عالی، در خدمتیم، بفرمایید. خوب هستی آقا؟ من که شما رو یکی از دوستانی که از آلمان اومدن به ایران معرفی کرده، بعد اینکه خیلی خوشحالم همچین شخصی هستن توی خارج از کشور و حمایت میکنن کسایی که دوست دارن تو ایران بمونن. صبر کن بابا، ببخشید پسر من رو اذیت میکنم. بعد اینکه ایران ما خیلی خوبه، همه چیش عالیه، 20 همونجوری که شما میگی، چه از لحاظ دینی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همه چیش خوبه، فقط باید چشمتو باز کنی ببینی. حالا اینکه بعضی دوست ندارم ببینن زورشون میاد، مشکل خودشون. دوستان صدای من میاد؟ من میخوام بخونم. ببخشید صدای من اوکیه؟ صدا الان صدای من شما میشه؟ ولی دوستان میگن صدا ندارن. بله من صدای شما رو دارم. بسیار، من صدای شما رو دارم. بله بله داشتید میگفتید. بعد این دوست ما که فامیلمون هم هست، آلمان بود، با شما آشنا شد اومد ایران، اصلا هیچ کس قبول نداشت، نه دین، نه مذهب، نه کشور، هیچ چیزی رو قبول نداشت. من خانمم فقه خونده، خودم هم بالای تحصیلات ریزی دارم، باش خیلی صحبت کردم، نرو گوش نداد. وقتی اومد ایران گفتم چی شد عوض شدی؟ گفت من با امید دانا آشنا شدم، من پیجتون نگاه کردم و صحبتاتون رو توی فیسبوک گوش دادم، خیلی خوبه، خیلی خوبه که همچین شخصی از جوون و مثل جوونا صحبت میکنه، خیلی خیلی خوشحال شدم و دوستم این صدای من برسه به کل جهان که دارم میشنن ایران ما خوبه. هر کی میگه خوب نیست اشتباه میکنه، دوست نداره که ایران خوب باشه، دشمن. هر کی میگه خوب نیست دشمن. صحبت محمود، خوشحال شدم. به هر حال دمت گرم. من فقط یه نکته بگم دوستان، اسم یه عزیزی رو اینجا میارن که من بیارمشون بالا، ایشون لطف دارن گفتگو رو گوش میکنن، شاید مایل نباشن بیان بالا، برای همین من نمیخوام اسمشون رو بیارم تو معذوریت بذارم، شاید دوست دارن فقط بیان یه چیزی گوش کنن. من کوچیکشونم به هر حال، ولی خودشون میدونم من کوچیکشونم، ولی شاید دوست نداشته باشن یه دفعه من بیارمشون بالا، چون درخواستم ندادن که. برای همین اجازه بدید که من از حریم ایشون یه محافظتی بکنم، اسمی چیزی نگرم. به هر حال دمتون گرم، زنده باشید. من دوستان دیگرم بیارم بالا، ممنون، لطف کردید. آقای علیرضا بیا بالا. یه چیز ریز دیگه بگم. بگو یه چیز ریز دیگه بگم، این که الان دو تا لایو قبل‌تر اون آقا گفت من به چالش بکشونم و این صحبت ها، هیچی از نظام ما و فرهنگ ما آقا نمیدونه. من حالا نمیخوام بگم کجا هستم، کجا کار میکنم، کجا کار نمیکنم، ولی خیلی چیزا هست که خیلی خبر ندارن، شما خبر دارید چون رفتی تحقیق کردی بهش رسیدی.
الان بگن مثلا میگم و بیادبیه، یکی میخواد بره آرشگاه ابروش اونجوری کنه، 1001 تحقیق میکنه، اما برن میگن آقا درباره ملیت یه تحقیق ریزی کن. اون موقع که رفتن جنگ همه که مسلمان نبودن، مسیحی رفت، سنی رفت، آریایی رفت، همه مدل رفتن. چرا؟ چون کشورشون دوست داشتن، خاک رو دوست داشتن. متاسفانه مشکل اصلی من جوون اینه که نمیرم تحقیق کنم میرم کشور من چقدر خوبه. درست سختی هست این هست، اما با تلاش توکل همه اینا به دست میاد. به هر حال دمت گرم اومدی بالا، دوست عزیز دیگه‌ای رو آوردم قربونتون برم، فردای تو بشم زنده باشی. من آقای علیرضا رو آوردم بالا، درود بر شما، بفرمایید در خدمتم. زنده باشید دکتر، بفرمایید. ببین من تمام صحبت هات رو مدت هاست دنبال میکنم، یک تناقض عجیبی در کلام و روایت وجود داره و این تناقض باید به یک در حقیقت تجمیع ازداد رو به یک نتیجه مسلمی برسونی تا بتونی نتیجه هم برای خودت بگیری هم برای مخاطب. یعنی با این آشفتگی با این سردرگمی حرکت کردن نه یه نتیجه خوبی برای خودت حاصل میشه، نه برای مخاطبت ایجاد میشه و نه کمکی میکنی به این داستان. اون چی هست؟ ببین اگر قرار باشه ماهیت جمهوری اسلامی اون چیزی که در ذهن شما هست تبدیل بشه و دیگر این جمهوری اسلامی نیست، یک چیز دیگری است. این یک نکته خیلی مهم هست که باید یه خورده بهش با دقت توجه بشه. ببین من به ایران بزرگ معتقدم و این که در حقیقت برای ایران بزرگ مردان بزرگ نیاز هست به این هم معتقدم، اما شرایط ساخت مردان بزرگ باید مهیا بشه. در این وضعیت و در این مسائل و در این شکل متاسفانه در حقیقت فضا برای ساخت یک ذهن آگاه فراهم نیست. این یک مسئله مهم. مسئله دیگری که وجود داره اینه که واقعا از خارج از ایران میشه در مورد ایران قضاوت کرد و مبارزه کرد و یا در حقیقت چرا خب به ایران نمیاد. من یکی بحثایی که دارم اینه که امید دانا که علاقمنده به بحث ایران و دوست داره در حقیقت به عنوان پرچمدار یک جریانی باشه و ایران بزرگ و ایران قدرتمند رو به دنیا نشون بده، خب چرا در ایران نمیاد، پایگاه خودشو در ایران نمیاره و از ایران اون حرکت خودشو. شما تو ایران زندگی میکنید؟ ببینید نکته ای که هست از شما رو نظراتون رو میدید، من شنونده هستم و حال وقتی ما برنامه میسازیم یا فعال هستیم هر کی برداشت خودش رو داره، برداشته شما برداشته ایست به هر حال برای من قابل احترامه، ولی من اصلا برداشته شما رو اتفاقا برداشته آشفته ای میبینم از کارهای خودم، چون دقیق من میدونم دارم چی کار میکنم. شما با یه سری پیش‌فرض‌های غلط، اولا مثلا من نگفتم که نگران جمهوری اسلامی ام که مثلا برای جمهوری اسلامی دارم کاری میکنم، من برای وطن دارم کاری میکنم. این حکومت هم نبود، حکومت دیگری هم بود این موضع من به همین شکل بود. یعنی برای من شاه و به هر حال این حکومت و یا هر حکومت دیگه چه راست چه چپ باشه منافع ملی متن نظر منه، من تو همین چارچوب منافع ملی کار میکنم. اینی هم که شما میگه چرا نمیاد ایران، که خب این نشون میده که در حقیقت شما یه درکی از اون مسئله ایران نداری. من بیام ایران که صبح تا شب همه از من شکایت میکنن که همین روحانیش پدر من در میاره، من دارم اینجا آزادانه هر چی دلم میخواد دارم میگم در مورد مسئله ایران، ولی در ایران آیا میتونم یه همچین راندمانی داشته باشم؟ بعد یه گذشته ای دارم که من اون گذشته به هر حال بخوام بیام داستانای خودشو داره دیگه. به هر حال صحبت دیگه ای هست در خدمتم؟ نه ببین من درک میکنم فرمایش شما رو، ولی یه بحثی داره، بالاخره یه پارامترهایی وجود داره برای اون بحث حکومت و رسیدن به اون ایدئال ها. آیا ببینیم اون پارامترها وجود دارد؟ اگر اون پارامترها وجود دارد داره دیگه، همین که تاثیر داره وجود داره. پارامترها بحث ملی گراییه، خب این بحث ملی گرایی انقدر جذابیت و انقدر تاثیر داره که یک برنامه اینترنتی تو این سالا خب تونسته یک حرکت خیلی عظیمی رو داشته باشه. خیلی هم در درون حکومت دارید میبینید امروز این ما نیستیم که بخشی از گفتمان جمهوری اسلامی بیان میکنه، این امروز اتفاقا بخشی از نظامی ها که اصلا تئوریسین های جمهوری اسلامی هستن، حتی در صدا و سیما دارن گفتمان ما رو جلو میبرن. گفتمان ملی گرایی میگم ما، حتی این واژه ما اشتباهه، گفتمان ملی که ما ازش دم میزنیم و دارن بیان میکنن. پس این گفتمان جذابیت داره دیگه، تاثیر داره و یه گفتمان جدی است و پارامترش وجود داره که امروز شما همین حرفای ملی رو از زبان نظامی های ایران و حتی از زبان رهبر این مملکت میشنوید. یعنی شما صحبت های خود آقای خامنه‌ای 20 سال پیش 30 سال پیش
به ازای مثلا شاید هر 10 بار اسلام اسلام کردن یه بار ایران میگفت. امروز شما ببینید آیا در سخنرانی مقاماتی که صحبت از اقتدار و تولید اقتدار دارن میکنن آیا این چنینه؟ آیا مثل گذشته 10 بار میگن اسلام یه بار میگن ایران، یا حداقل امروز دارن گفتمان میکنن قضیه یک مقدار متفاوت شده، ایران ایران کردنه بیشتر داره بیان میشه. این نشون میده پس پارامترهای گفتمان ما وجود داشته. به هر حال اجازه بدید دوستان دیگرم هم بیارم بالا. خیلی خوشحال شدم شما اومدید بالا، لطف کردید. زنده باشید آقای امیر، بیان بالا، زنده باشید. خانم حدیث، من دوباره شما رو میگیرم، خواستید بیاید بالا، من شما رو ببرم پایین با اجازه. زنده باشید دوستان، شاید صدای